سلام به همه شما دوستان عزیز، ابوذر اسداللهی هستم در خدمت شما با یه ویدیو دیگه. دستور داده بودین که آقای راغب و آقای حمید هیراد و شاهین بنان رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. حالا بیایم با هم بریم ببینیم استعداد خوانندگی دارن یا نه. دوستان عزیز، اولین خواننده‌ای که مورد نقد و بررسی قرار میدیم آقای راغب هست. بچه ها، همه ابتدای امر آقای راغب خیلی فالشی داره. یه توضیح هم بدم راجع به این گزینه‌ای که این پایین هست. یه گزینه اضافه کردم به عنوان اینکه آمادگی استیج فعلا نداره، آمادگی اجرای زنده نداره، به خاطر همین با استعداد، بی استعداد و آمادگی ندارد. این سه تا گزینه گفتم یه توضیح بدم، اگه ویدیوها رو دنبال میکنید بدونید داستان از چه قرار هست. مثلا کردی فالش. زیر کلام هم معلوم نیست استرینگ داره چی میگه. ببین، وقتی توانایی اجرای زنده وجود نداره همین داستانه. وقتی فلهی خواننده بر میدارین میارین یک شبه معروفشون میکنین، وقتی که به صورت قارچی یه هویی صبح بیدار میشیم میبینید 2000 پیج آهنگ یه خواننده گذاشتن، همین اتفاق میفته. الان آقای راغب استعداد خوانندگی داره، یعنی صدای خودش رو داره، ولی تمرین نداره، نمیتونه اجرای زنده داشته باشه. به خاطر همین من آقای راغب رو میذارم، استعداد هستم ولی آمادگی فعلا نداره. به نظرم خیلی بدا. چی الان خارج شد اصلا؟ بیا خروسکم گرم. بعد یه سری دوستان هستم میان طرفدار یه خواننده خاصی هستم، میگه تو نیومدی کنسرتش رو ببینی، عرق میکنه، چیک چیک عرق میریزه برای یه اجرا. خب دوست عزیز، اگه یه دو واحد کوفتی موسیقی میذاشتن، این همه پرورشی و نمیدونم فوتبال و اینور اونور داشتیم، یه دو واحد کوفتی موسیقی هم اگه میذاشتن، شما به وقتی میرفتین داخل سالن کنسرت صدای فالشی رو میشنیدین، نمی اومدی بگی چیک چیک عرق میریزه، بعد همه اجراش جوست این یه دونه اجرای فالشش شما برداشتی. من میرم مینویسم کنسرت مثلا آقای راغب، ده ها و ده ها کنسرت واسه من میاره، بعد همه شونو گوش میدی با همین وضعیته. من معمولا همون اولی رو دانلود کنم که مورد نقد و بررسی قرار بدم. نمیرم بگردم یه اجرای فالشی از داخل اجرای مثلا آقای راغب یا هر کس دیگه پیدا کنم. الان مثلا آسمون بود چی بود گفت این اگه یه خورده دیگه ادام بدم قطعا میذارمش تو لیست بی استعدادها. آقای راغب بذار تو همون لیست آمادگی ندارد بمونی، ادامه نمیدم اجراتو که اعصابم بیشتر از این خورد بشه. خب اجرای بعدی آقای هیراد رو من بازت میذارم. حتی اجرا قدیمی هست، چون آقای حمید هیراد به خاطر مشکلاتی که چند وقته اخیر داشتن و به خاطر کرونا معمولا اجراها قدیمی هست. نکته رو بگم چون باید بگم. خب این مثلا کلمه زندانی باز فالش بود از آقای هیراد. آقای هیراد صدای خاص خودش رو داره مثل آقای راغب. هیچ وقت من طرفدار آقای حمید هیراد نبودم،
شاید گذری مثلا آهنگاشو گوش کنم، چون از خیلی با تونالیته صداش حال نمی کنم. این یه واقعیتی، هر کسی ممکنه با تونالیته صدای یه خواننده حال کنه، یکی ممکنه حال نکنه، این اجباری نیست در این داستان. زدین روی دوربین فیلم بر این دوستان به مرد بچه ها، باز فالشی داره این خواننده، فالشی از کل کنسرت این خواننده داره میباره. فقط جمعیت هم دارن جوست میخونن، خودشون اکثرا فالشن. من یه پیشنهاد دارم آقا، بیایم کنسرت همه خواننده هایی که چه اونایی که تمرین نمیکنن، اونایی که استعداد ندارن و اصلا به هیچ عنوان نرید. میخوای حالتون خوب بشه وقتی کنسرت آقای ایکس برگزار میشه؟ میخوای حالت خوب شه؟ 200,000 300,000 150,000 اینو بیا با یه مؤسسه خیریه پولش رو بریز به اون حساب، بگو من میخواستم برم کنسرت آقای ایکس. تحریم بچه‌ها، تنها راهش همینه، تحریم. یه نکته دیگه من اینجا اضافه کنم راجع به اجراها، بچه ها هیچ فرقی نداره موسیقی ژانرش پاپ باشه، سنتی باشه، محلی باشه، راک باشه، خواننده باید بتونه جوست اجرا کنه. بعد میگن فلانی تو کنسرت صداش خسته شده بود دیگه آخر کنسرت بود. من یه توضیحاتی از آقای همایون شجریان رو میخوام نشون بدم. یه جوری بالاخره حنجره تعبیرش کردم که من دو تا سانس، حالا دو تا دو ساعتی رو صحنه میخونیم، فشاری نیاد. یعنی آقای همایون شجریان به حدی تمرین میکنه که دوتا سانس رو به راحتی بره. بله، بالاخره حنجره باید توانی داشته باشه و اگه توانی نداشته باشه خب یه سانس اجرا میکنه. ببین دمت گرم، انسان حرفه‌ای همین آقای همایون شجریانه، چه ایشون و چه پدر بزرگوارشون آقای محمد رضا شجریان عزیز تا زمانی که بودن همیشه جوسترین اجراها رو داشتن. میگم هیچ فرقی نمیکنه شما تو چه سبکی باشی، پاپ باشی، سنتی باشی، محلی باشی، راک باشی، اجرا باید جوست و درست باشه، به مخاطب باید احترام گذاشته بشه. ولی من بردمش به اون سمت که در واقع تازه سانس دو که ما اجرا میکنیم تازه یه جاهایی صدا گرمتر و تو دسترم میشه برای من. خب حالا من بر طبق همین صحبتی که آقای همایون شجریان داشتن، اجرای آخر کنسرت آقای همایون شجریان، آخرین اجراش این به نام دیار عاشقی، اینو واسه تون میذارم گوش بدیم با هم. آخرین بچه، این آخرین اجراست، گوش بدین خدا شایده. این قطعه آخریه که تو کنسرت داشته برگزار میکرده، صداش ببین چه صلابتی داره کماکان، انگار تازه میخواد شروع کنه کنسرتش. ما خواننده های پاپمون دیگه از آهنگ دوم سوم به بعد دیگه جونش داره بالا میاد. من آقای حمید هیرادم میذارم تو لیست آمادگی اجرا نداره، چون استعداد خوانندگی داره ولی آمادگی اجرا نداره. خواننده بعدی که میخوام بررسیش کنم آقای شاهین بنان. یار نویسیم روی خاک، رو درخت، رو پرنده، رو آخه این اصلا این صدا چیه؟ این صدا چه صداییه؟ شما این دوتا رو که من گذاشتم کنار هم، این اجرا چه فرقی داره؟ بعد شما میرین پول میدین واسه اجرا این آقا رو مسخره میکنی. یعنی من صدای کیانوش رو که اگه بخوام واسه تون بررسی کنم، یکی تو فکر عشقه، یکی تو فکر یاره، یکی همیشه مست و یکی منم، کدی تو بیقراره.
ماچ به کلت آقای کیانوش رضایی. به نظرم اجرای کیانوش رضایی رو برین خیلی بهتره. شما اون آقایی که بعد از آقای شاهین گذاشتم اونو مسخره میکنه، ولی چه فرقی داشتن این آقای شاهین بنان؟ میذارم یه ترم از موهات بشکر، بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موش، رو دریا. این چیه؟ این چه صداییه؟ نازیبا، ناکوک. خب مشخصه اصلا آقای شاهین بنان استعداد خوانندگی نداره، همینجوری فله‌ای میرن این خواننده ها رو میارن واسه ما اجرا کنن. خب این چه صدایی آخه عزیزان؟ نرید کنسرت رو، نرید. انصافا اونی که میره کنسرت شاهین بنان میره چی رو گوش میده؟ آقا پول رو بریز به یه مؤسسه خیریه، به خدا حالت خوبتر میشه. اگه هم خواستی بری کنسرت، برو کنسرت آقای یغمایی، برو کنسرت آقای بهنام بانی. من با آقای شاهین مشکلی ندارم، آقای همین آقای بهنام بانی میاد درست اجرا میکنه. آقای بهنام بانی داداش من نیست، همونطوری که آقای شاهین بنان دشمن من نیست. نخواستی پولو بدیم و مؤسسه خیریه، برو کنسرت آقای بهنام بانی که تفاوتی باشه. این میذاره سولد‌آوت میشه، یه خواننده با استعدادی میذاره هیچی. اینا رو بچه ها تحریم کنید، انصافا تحریم کنید. خیلی مخلصم، بیشتر از این وقت شریفتون رو نمیگیرم. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.